بیست رو خواستم دیگه بازی کنم. همه مواردی که به صورت تئوری داره گفته میشه، شما اصلا اینجا نیستش که توی جمع 300 نفر تمرینش بکنید. میتونیم که توی جمعه خیلی خصوصی خودتون یعنی تمرین بکنید، توی جمع سازنه رو تمرین بکنید. این هم یاد خودتون هر جمعی که میبینید سعی کنید که برایش ساز بزنید و این یه تمرین میشه برای اینکه شما به کل این مجموعه برسید. توی ایران یک کامنه هستش خوب هم کار میزنه، اسمش نحنه مراد آبدیه، ولی شما یه بعضی باقی بابا کار میزنه، این فرقی نمی کنی که باید هم نحنه که بچه بوده منرژی رضا آرست میگه نه خوب میشنه بله. حالا من اسم چیزا دیگه از اون رو میتونم به خاطر که نمیخوام در موردش خیلی ولی من مطمئنم مطمئنم که شما خب ما گفتیم ورزش بگی پیشن روزانه به همچه پشت صحنه حتی وصل روحانی که قبلش حتی ببینید ما کنار خودمون یک عالمه گاردین انجل داریم، یک عالمه کسایی که حتی بعضی یک اعتقاد من نظر شخصی من هست بعضی ما چند نفر کنار ما هست اگه بستگی داره زندگی اون چقدر کامپلیکیتد باشه، ما چند تا از این آدم های روحانی داریم، ارواح مقدس پاکی داریم که والنتیری میان و به ما کمک کنن، بعضی ما هم یکی داریم که ما کمک بکنیم به هر حال هر احساس ممکن بکنه آگاه باشیم که ما کمک داریم، کمک میخوام اونا منتظر اگه بشن از من کمک میخوام که به من انرژی خوبی بده که برم و سهمی به کارم رو بپرین انجام بدم، اونا منتظرن شما ازشون فقط بخوام. پس ما داریم یکی از کارامون این هست که اینطوری قبل از سهمه بسی روحانی بگیریم با گاردین انجل با کسی که میتونه ما کمک کنه و بعد بریم روی سهمه نیت قلبی بفرستیم قبل از اینکه وارد سهمه بشیم برای که ما اومدیم ما بالا ببریم سطح شعور کامیونیتی رو و در کامیونیتی چنج ایجاد کنیم. فکر کنیم ما برای چند هدف پر زمین هستیم، قبلا گفتیم شما در جریان هستیم. ما واقعا بازم نظر شخصی ما 6 تا هدف اساسی داره که پر زمین هستیم. یکیش عشق، وظیفه هنرمند اینه که با این ابزار مقدسش عشق بده و البته عشق میگیره چون چشمای آدم ها میبینه چه عشقی داره میاد، منظورم البته باز چشم سومه چون داره میگیره عشق بده و عشق بگیره. یکی که ما برای تغییر توی کره زمین هستیم، نه تنها که در این تغییر رو در خودمون بدیم بلکه در کامیونیتی ایجاد کنیم. پس ما وظیفه‌مون اینه که به سطح شعور و آگاهی مردم کمک کنیم. پس موسیقی ابزاری که ما چقدر خوشبختیم داریم که بتونیم این کار رو انجام بدیم. ترانسفورمیشن انرژی از سطح به سطح دیگه چیزی کم نیست. قدیما حتی مثلا هنرمندها در رتبه های خاص قرار گرفتن، حتی توی کاخها که میخواستن بشینن هنرمندها رو یه جور دیگه مینشوندن، حتی تکس نمیگرفتن از هنرمندها. موسیقی چرا اینقدر ارزش روانش بالا میده؟ به دلایل خیلی مختلف. حتی حالا قسم سومی که ما به خاطر شکر زمین هستیم اینه که خلق کنیم. اصلا همه ما مثلا موزیسیان ها حرف نمیزنه عشق بدیم چنج ایجاد کنیم خلق کنیم، ما کریتور هست. خب چقدر خوشبختیم پس ما خلق میکنیم موسیقی، ما به خاطر این رو کره زمین هستیم که خلق کنیم. حالا انواع مختلف داره، یه لبخندتون خودش خلق باشه، بچه دار شدن خودش خلق، غذا درست کردن و توش کیمیای انرژی ریختن خودش خلق، هر گونه خلق رو که میتونید بکنید. یکی که ما نامش باید اومدیم کره زمین تو دانش بیاموزیم. خب چه چیزی زیباتر از این که صدایی و از یک جای دیگه که ازش کش خلق به هیچ تعریفی نداره به قول نیکولا تسلا میگه ما همه همون به یک کردی وصلیم، همه همون هم خوب میدونیم اما هیچ تعریفی ازش نداره، ولی همه همون به یک سیمی به یک کردی وصل هستیم. و مثلا این همه اختراعات و اکتشافات، این همه مثلا خلقهای ساختمانهای جالب مثلا میدونهای مختلف، این ها همه ما کرد روحانی شده که وصل شده و اون رو بدیعه گرفت، امانت گرفت و ورده روی دنیای سوم. خب پس ما نالج رو میدونیم و چه چیز زیباتر از این که نالج رو هدیه میدیم. پس این باز شد پنجمین چیزی که ما به خاطر شکر زمین هستیم. چی شد این چیز چیه که ما به خاطر شکر زمین هستیم؟ لذت آگاهانه از تمام حواس پنجمه، به خاطر اینکه ما میتونیم بگوییم، گوش کنیم، موسیقیان ببینیم چقدر خوشحاله، میتونه بشنوه، میتونه بخونه، میتونه این شنیدن رو و صدای لطیف رو، این موسیقی زیبا رو یا حتی اگر خواننده هست صدای لطیف خودش رو به گوش برسونه. خب لذت آگاهانه از غذای، از طعم، از عشق ورزیدن، از نوازش، از اینکه خورشید بدن
گرمایی ایجاد میکنه. ما برای این مسائل کره زمین هستیم. خب چه چیز زیباتر؟ پس این نیت قلبتون رو بفرستید که ما برای این شش کاری که کره زمین هستیم یه ابزاری داریم که چقدر خوشبخت پس پوزیشن میتونه لباس خصوصی هم باید راحت باشه و مناسب باشه موقعی که داره میره با سبک موسیقیش. فرض کنید من الان دارم این رو اگر این ساز رو میزنم نمیتونم مثل یک نوازنده راک مثلا با دامن چرم کوتاه جلیقه برم، میتونم برم، ربطی زیاد پیدا نمیکنه. پس خیلی مهمه که لباس نوازنده مناسب باشه. خب غذا هم که گفتیم و احترام به شنونده و همش بگید چون شنونده با ما احترام نمیذاره، نه ما باید خیلی احترام بذاریم شنونده. موقعی که میبینیم که خسته شدن کاملا دست برداره، موقعی که نه تشنه هستن تشنگیشون تا حدودی برداره، موقعی که توی یک جمعی هست که بابا سخته ردیف هم نمیتونن تفلکتای ردیف بذاره خسته میشن، خب قطعات محلی بزن همه میشناسه گل بانچان رو. حالا این چیه؟ مثالش اینه که شما مثلا یه دکتری رفته در دانشگاه، در یک مثلا دانشگاهی برای دانشجوهای پزشکی میخواد صحبت کنه. هیچ اشکالی نداره من برای شما ردیف بزنم، شما دانشجو موسیقی هستی. ولی اگر این دکتر بره برای عام بخواد صحبت کنه، خب نمیتونه اون اصطلاحات پزشکی رو که داره خیلی راحت استفاده میکنه برای دانشجو به همون رشته استفاده کنه. این غلطه. و موسیقی هم اشتباه میکنن، بعضی ما میگن نه خب که نمیتونم مشکل ما نیست، ما این ردیف میزنیم تا مثلا بفهم. نه، ما باید مناسب با اون جمع قطعاتمون رو انتخاب کنیم، چون با هدفش ورزیدن و همچنین که گفتیم که انرژی رو از سطح به سطح دیگه ما میبریم و بالا میبریم و در واقع نقش درمانی داریم. ما تو گفتیم صدا باعث درمان میشه. حالا پیش دقت کردیم که چرا یه دفعه یه ساز مثل تار از چوب توت، پوست بره تودلی، شاخ در یک جاهای در زمان قدیم پاژ استفاده میکردن و استخون پای شتر و بره و روده گربه یا روده بره استفاده شده؟ چرا من عوامل طبیعی با من؟ این همه عوامل طبیعی اگه استفاده میشه یعنی عالم مقدس حیوان، عالم مقدس گیاه، عالم مقدس ریشه، عالم مقدس شاخ، اینها معنی داره. اگر اینها همه توی این جمع نمیشد نمیتونه گیر کنه، نمیتونه به عروج برسه. پس تبقیه آتش کرده من اینجا که تمام ایلمانت ها رو اینجا کامل بود، ریشه، شاخ، حیوان و بعد اینها سرکفایز شدن که اینها چقدر خوشبخت بودن. این حیوان های ما در واقع خودشون رو فدا کردن برای بالا بردن یک انرژی دیگه در دست نمازنده قرار بگیرن و این خودش چقدر نکته زیبایی هست. تمام شد بکنم صحبتمون، ولی میخوام براتون یه بار یه چیزی دیگه کوتاه ساز بزنیم و بعد هر کی هر سوالی داره میخواین اول سوالتون بپرسیم بعد دیگه ساز آخر بزنیم. پس ببخشید موقعی که گفتین چطوری از اشتباه زدن جلوی، یعنی فکر که یا اشتباه در که اجرا داریم اشتباه بازه فقط همینی که دور من نگتیب فکر نکنه، فکر نکنه الان قسمت شروع که همشه سخت بوده من نمیتون اشتباه به احتمال زیاد اشتباه میزنم، همین فقط فکر شدن رو میگیم. هم تمامونی که خیلی در مورد صورت میگفتم از گروه میگفتم با خود حرف زنی میکشه، ولی یک نوازنده باید ورزش بکنه، یک نوازنده باید غذای خوب بخوره، یک نوازنده باید مدیتیشن روزانه بکنه، باید وصل روحانی بگیره. همه این عواملی که خدمتتون عرض کردم کمک می‌کنه این نوازنده کمتر اشتباه کنه. حتما بارها بارها شنیدیم که یک نوازنده خیلی عالی هم اینجا یه اصطلاح تو آمریکا میگن، ببخشید اگه من انگلیسی هم گذر بهش میگن برین فارت، یعنی مغز یه لحظه نشده اشتباه نداره، اون هم اتفاق میفته، خصوصا سیگنال اینطوری به هم که درست نخورده. یعنی یک نوازنده قدری که اون قدر رو میلیون‌ها بار تمرین کرده یه لحظه دستش نمیگیره، اون رو اشتباه نداره، ما همه میفهمیم میپذیریم میفهمیم که اتفاق افتاده و اون نوازنده یه لحظه اشتباه کرده. برای همه اون حرفایی که گفتیم حتی من اومدم نگم اینجا دیدم، ولی به استفاده که شما گفتید این رو هم میگم. ببینید ما اگه خمیازه میکشیم داریم پرچ میکنیم و این یعنی خلوص شدن به کامودور برای یک مرحله بالاتر. نوازنده باید حتما چندین بار قبل از صحنه دستشویی رو استفاده کنه و فروش کنه، یعنی برای بدنش دیتاکس بشه آماده صحنه باشه برای اینکه بخواد این کنه. و
بنابراین بارها داغ ها دیدیم نوازنده ها مسترد بشن بالا میمونن. هیچ اشکالی نداره اگه میدونستن برای چه بالا آوردن نگرانش رو نمیکرد، برای که برس کردن، برای که برکامیدور برای یک چیز دیگه ای که قراره یک حرکت متعاقی انجام بدن. بعضی هم نظره میخوان بیرون روی دارن قبلش هایی که استراب گرفتن. استراب باید باشه قبل از صحنه، برای این استفاده به کرات قبل از صحنه تجویز میکنم من از دستشویی به خاطر اینکه داره نمازنده بدنش رو آماده میکنه برای حرکت بسیار متعاقی و این رو اجازه باید بده که انجام بده بدنش. خلاصه خیلی صحبت مختلفی داره تا اینکه آدم این اشتباهات شکمبر کنه. ولی اما یک سوال یا یک برداشت ها اینه که مثلا برای شما ها که نوازنده چی به دست هستیم بعضی اشتباه ها گاهی میکنیم که آقای از معمولی اصلا متوجه نمیشه بشید. آفر، اتفاقا رزان خواستم به این صحبت کنم چون خونه به من دو صورت که در بازی صحبت کنم چه شکلی اشتباهش میگن ماست مالی کردن ما بلد اینا ما باست هستیم چه جایی ماسمالی بکنیم و اگر نکنیم یعنی همه میفهمن مجبوری بکنیم. حتی شما برمشون تو رضای قبل دوستم همین پوش اولا که یه آرتیست هم تو نکنم یه موسیقی ما بازیگر هم باشه یعنی شما اصلا نباید چون میگنم قبول بکنیم که استفاده کردیم. این اگه شما بپذیریم مخاطبتون متوجه اشتباه شما میشه ولی شما میتونید اصلا قبول نکنید که اشتباه کردید. بنابراین شنوندهتون یا فکر میکنید اشتباه کرده که فکر شما اشتباه کردید یا اینکه در حد ما روشیم که اصلا نمیفهمید یعنی اون اشتباهی که کردیم خیلی آگاهانه و هوشمندانه دوبار سه بار دوباره اشتباهش رو تکرار کنیم. بنابراین هیچ دیگه جایی چیزی من توی کار خیلی موفقم. خب واقعا اشتباه نیست میاد. ممکنه که پیش بیاد. مثلا ممکنه که شما وقتی که ساز میزنی اشتباه بکنی به خودت هم رحم کنی. نه هم به اتفاق نمیفته. خودش تو بعد چیز آقای حال دستشوی آقای شجریان جوان توی ترونتو کنسرت داشتش و یه آهنگ میکن یه جاهایی رو میس کرد درست؟ بله و میس کرد یه آقای شروع داره البته زیاد رو میس نمی کنیم بزن کنیم یه زمین یه جاشو اشتباه میکنیم یا نمیتونیم یا نمیتونیم چون که مثلا آقای من میگم شاید هم میخواست اون محتمل توی بزنه غیر از این نیست. ما توی هنر فقط موسیقی تئاتر هستش که چون من دوستای تئاتر خیلی زیاد دارم این اتفاق طبیعتا برای اونها که حالا تست و کلام دارم پیش میاد که در لحظه شما با مخاطبت در ارتباط هستید. چون هنر دیگه مثلا نقاشی در ارتباط مستقیم در لحظه با مخاطبت نیستید. اینه که باید هنر این داشته باشید که تاعتی ها مثلا چون کلمات دیگه این پروبایز مغاز نما از بازهای دیگه استفاده میکنیم. درشتا این مسئله به این داره که چقدر زیاد اشتباه اگه زیاد اشتباه کن باشه خب بیشتر به بعد دیگه چه جوری دیگه چه جوری بتونی اشتباه من این سوال کلی‌تر داشتم. حالا راجبه هر چیزی که آدم می‌خواد یاد بگیره میگن که زمان تکرار می‌ذاری بالاخره خود آدم یادگیری برش اتفاق می‌افته. حالا شما انقدر تجربه توی موسیقی داری می‌خوام مثلا دور نه حالا مثلا من خودم نگاه می‌کنم مثلا یک سال دیگه حالا من یادم میاد مثلا وقتی خودم مثلا به دانشگاه می‌خواستم درس بخونم گفتم این کاری که سخت بود گفتم حالا یه سال بکنید میشه یاد بگیرید. تو موسیقی هم همینه، یعنی وقتی که آدم تکرار می‌کنه براش میاد یا اینکه نه نکات ریزی هستش که مثلا شما اگه مثلا 100 تا شاگرد داشتین 1000 تا شاگرد داشتین مثلا میدونین اگه یه کسی این کار رو انجام نده فرق نمیکنه اگه 20 سال بشه تکرار کنه باز خوب نمیشه توی کارش. مثلا اینکه آیا تو زمان مشکلات آدم حل میشه؟ اون حلال مسائل مثل همه یادگیری ها زمان یه واقعا یه چیزایی هستش که از همون اول واقعا آدم باید خیلی بهتر کنه. آره میشه زمان و تکرار، نه فقط زمان، یعنی شما تو زمان برای در اصلاح تکرار درسته باشیم. در واقع باز همین تکرار
یه محصول خیلی زیادی به دست آوردنی داره. یعنی اگه یه اشتباهی الان هسته شدم امید داره که با تکرار این اشتباه خودش در طول زمان هم شد. حتی زیباتره، حتی سبکتره، با یه فوت، با یه باد حرکت